دوستان درود بر شما، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلتون شاد، لبتون خندون، ایام به کامتون باشه. دلاور کشورمون رضا مؤمنی از سری مسابقات قهرمانی جهان 2024 آلبانی به روی تشک میاد. در کشتی دوم سمون کشتیگیر از سوئیس لیوترت، ببینیم چه خواهد کرد در اونی کشتیگیر. کشتیگیر ما با دو بنده قرمز و کشتیگیر سوئیس با دو بنده آبی. کشتیگیر سوئیس هم کشتیگیر دست و پا بسته، این درست عنوان جهانی نداره ولی خب تونست آندرا آودیلی رو شکست بده. با این سازی واقعا میرفت که خودش رو به پا برسونه. این نرسه سر دستای کشتیگیر سوئیس عبور کنه. ساعت 4 در میان 40 دسته هم کار میکنم. دوستان ببخشید من یه لحظه میشه من زیرگیری یه خم خاک ببینیم میره برای بارانداز یا نه. اومد باراندازی خوبی هم به اجرا میذاره، اولی رو میزنه ببینیم میره کار رو تموم کنه طوفانی یا نه، دومی رو هم میزنه هنوز رها نکرده، ترجیح میده داور سرپا بده، ترجیح میده داور سرپا میده و داور سرپا میده. حالا باید دست از شاخ در ادامه کار ببینیم چه خواهد کرد دلاور کشورمون. دوستان برسیم اگر از زوم در بیارم که هم ساعت رو داشته باشیم هم کشتی رو خیلی دور میشه، بهتره که از کشتی لذت ببرین. زمان رو من اعلام میکنم بهتون نچه کشتی 4-0 و 1.10 کشتی سپری شده. ساعت شاق دستان کار میکنم، کشتی گیرم عالی کار کرده تا به اینجای کار. دور اول هم مقدونه 10-0 شکست کرد. بچه های ما تا به اینجای کار همه با برد کشتیاشون رو سپری کردن. کامران هم آکتور که توپ رو یک پر یورو به جلو حتی شک خارج میشه، حتی شک خارج میشه هایی که میگه میگیره کشتی گیره بچه کشتی 5-0 داریم میگه که آرمارم کار رو با امتیاز عالی تموم کنه دلاور کشورمون در میانه تو شهر. تا به اینجای کار کشتی سوئیس حرفی برای گفتن نداشته هم آقالو دلاور کشورمون یه خبر راه دور خیمه سنگین کشتی گیره ماسه همی کنده کشی کنه نه ترجیح میده نگه داره تو دعوت سرپا بده. خب داور به دلیل مکس بیش از حد سرپا میده داور کشور نقطه جوانان آسیا رو داره، بچه های کم سن و سال و جوان استفاده کردیم اومدن تا بزرگی کنن در میادین میدان بزرگی مثل قهرمانی جهان. ببینیم چه خواهد کرد در ادامه کار. سرچا خمسا یک بار دیگه به پا میرسه یه خم خیمه سنگین کشتیگیر سوئیس، ببینیم میتونه بکنه یا نه. حالا خودش رو رها میکنه کشتیگیر سوئیس. یکی اتفاقی سر حالا زمان داریم و میتونه باز هم امتیاز بگیر از این کشتی گیر. کشتی سوئیس ترجیح میده جدا کشتی بگیره، جدا میشه و از این میاد بعضی گیری ولی به این راحتی نمیشه به پای دلاور کشورمون رسید. یک پایی سچا سرگردن کار میکنه، خوب داره کار میکنه، حالی و کشتی سوئیس یکیت میزنه تا کشتی گیمار آرمان به کنار توشک هدایت کنه. اگر ادامه میده با بدرکای کشتی ما میتونست کشتی سوئیس رو از تشک خارج کنه. 25 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم و 5-0 دوستان. هر دو کشتی ترجیح میدن که ثانیه پایانی هم به پایان برسه و نزد مربی خودشون برن. یک پایده سرگردن کار میکنه. ثانیه پایانی و سوت پایان سریقه اول به صدا در میاد. دو خوشی نزد مربی های خودشون میاد. های پیشمان درست کنه توصیه لازم رو به شاگردش میده. ببینید چه تاکتیکی در نظر میگیرن. حالتی نیازی به هیچ تاکتیکی به نظر من نیست. فقط اداره کنه. این کشتیگیر سوئیس میاد با سرعت بالاش امتیازهای عقب افتاده جبران کنه. تو برگشتن کشتیگیر ما استاد امتیاز گرفتنه. ببینید چه خواهد کرد در ادامه کار. عزیزانی که کامنت میذارید، نقدی از ما حمایت میکنید، دمتون گرم. ببخشید ما واقعا وقت نمیکنیم کامنت ها جواب بدیم. اینجا که هستیم تا دیر وقت مشغول کار و ادیت و آپلود کردن ویدیوها. آلمان هم که میریم دیگه زندگی شخصی و خانواده و کار رو در حصولت جمعی از همه تو تشکر میکنم، چه عزیزانی که انتقاد میکنن، چه عزیزانی که ما حتی با یه لایک حمایت میکنن از ما. و این هم بدونید و من میدونم که قرار نیست همه از من خوششون بیاد، چه از صدام چه از گزارش ها. هر کسی یه سلیقه داره و همه در انتخاب آزاد. بریم به کشتی سلیقه دوم وزن 61 کیلوگرم قهرمان جهان هر دو دستی کد. باید مراقب باش کشتی ما رو سعی میکنه کشتی ما رو تحت فشار بذاره و حداقل یه شاتکلای فعال کنه روی کشتیگیر ما. ولی کشتیگیر ما استاد فنون نامنظم کشتیه.
قیمه سنگین کشتیگیر سوئیس میدونه بیاد بالا فن رو خورده. رضا مؤمنی در اول کشورمون شمرده منطقی و آروم داره کشتی میگیره، نیازی هم نداره بابا آتیش بزنه. کشتیگیر سوئیسه که باید بیاد برای اجرای فن و تو برگشت کشتیگیر ما میتونه از اشتباه عریف استفاده کنه و پول و خوش رو به اجرا بزنه. یه لحظه رو گست میکنه، سعی میکنه دور بزنه، این ساعت به قدری کمه که اینو میگفتم کشتیگیر ما وای میسته، کشتیگیر سوئیس میاد برای اجرای فن و تو برگشت کشتیگیر ماست که شکارش میکنه. حالا سعی میکنه جمع کنه برای بارانداز، نیازی نداره ریسک کنه، بهتره اجازه بده تا داور سرپا بده و در ادامه باز هم میتونه امتیاز بگیره از این کشتیگیر. 7-0 و 1:40 کشتی باقی مونده. فکر میکنم با امتیاز عالی این کشتیگیر رو شکست خواهد داد. البته ریسک هم نمیکنه که بره برای اجرای فن، منتظر کشتیگیر سوئیس بیاد. دیگه کشتیگیر سوئیس داره احساسی کشتی میگیره، یک بار دیگه ببینیم پیش میندازه یا نه. این بار دیگه هوشیار بود. حالا کشتیگیر سوئیس رو تحت تعقیب میذاره، رو به جلو و بیرون تشک، یک امتیاز میگیره. چه کشتی حالا 8-0 میشه و 1:20 زمان داریم، مطمئنا کار رو تمام خواهد کرد. دلاور کشورمون، دلاور مازنی ما، مازندران قطب کشتی جهان، قطب کشتی ایران، دلاور مازنی ما 10-0 کشتیگیر سوئیس رو هم پشت سر میذاره و میره به یه چهارم نهایی. تبریک میگیم، امیدواریم همچنان تلاش داشته باشه برای بچه‌های تیم ملی کشورمون.